سفر یک هیئت سی نفره امارت اسلامی به رهبری مولا عبدالغنی برادر به ایران این هیئت به هدف گسترش همکاری تجارتی میان دو کشور کابل را به مقصد تهران ترک کردند معاونیت اقتصادی رئیس می میگوید که گفتگوها شامل گسترش تجارت ترانزیت ترانسپورت زیربناها خط آهن اتصال منطقهای افزایش تجارت از بندر چابهار توسعه سهم افغانستان در بندر چابهار و انکشاف همکاریهای اقتصادی میان دو کشور میباشد سفر محترم مولا عبدالغنی برادر به ایران از نظر سیاسی و اقتصادی های است البته روابط تجارتی و ترانزیتی و سرمایه ما در طی دو سال با ایران خوب بوده امیدوار هستیم که این روابط توسعه پیدا بکنه خصوصا بندر چابهار در بندر در بندر عباس تحصیلات بیشتر فراهم شود تا فشارهایی که در بندر کراچی هست کاسته شود از سوی دیگر یک هیئت اداره خط افغانستان در ازبکستان با مسئولان خط ازبکستان و پاکستان گفتگو کردند مسئولان این اداره میگویند که در این نشست در بخش انتقالات و لوجستیک مانند کانتینری نمودن بار ریلی ساخت واگون و ماشینری بحث شده است تو عملا دیدغه افغان ترانس پروژه لپاره نړیوال را جلب سی او عملا وکولایسو دیدغه پروژه چاری عملا پیل کړ آگاهان اقتصادی باور دارند که گسترش همکاری های ای و ویژه در بخش اقتصاد منجر به تحولات اقتصادی در کشور خواهد شد و حکومت سرپرست می تواند در کوتا مدت بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند. ما امیدوار هستیم که این پروژه عملا در هر سه وقت تطبیق شود. اما نظر به شرایط اقتصادی که در پاکستان حاکم است و اوزبکستان هم توانمندی تطبیق پروژه را به تنهای خود نداره و شرایطی که اوضاع سیاسی که در منطقه و افغانستان حاکم است ما می بینم که به این زودی ها این پروژه تطبیق شود از سوی دیگر داره خط آهن میگوید که به زودی اوزبکستان به خاطر خط آهن افغان ترانس نشستی را برگزار میکند و در این نشست از سازمان های بین المللی شرکت ها و همچنان کشورها خواسته خواهد شد تا روی این پروژه سرمایه گذاری کنند.